خارج از کشور اومدیم. شاهزاده سال نو مبارک. سال شما هم مبارک. و امیدوارم که تا حالا خوش گذشته بهتون. هوای اینجا که عالیه، این محدوده شمال واشنگتن. حفظ آفتاب نیست امروز، ولی حتی سیبازه همی بود. دقیقا. شاهزاده، یکی از سوالهایی که همیشه برای من وجود داشته این بوده که شما در جوانی شکار میکردین ولی الان شکار نمی کنید. چه اتفاقی افتاده؟ البته اون موقع مثلا 14-15 سالم بود و میرفتیم معمولا طرف های فرح‌آباد، اونجا خب تعداد زیادی از قوچ‌ها و آهوها بودن، یه مقداری هم از نظر کنترل جمعیت به قصد اینکه زیاده از حد نباشن خب شکار کمک میکرد به حفظ و ضمناً خب یه تمرین. ولی بعد دیگه تصمیم گرفتم که اصلا با حیوانات نمیخوام هیچ گونه جنبه به صدا توحشی باشه، چون خیلی علاقه من هستم و شکارم با دوربین الان انجام میدم نه با تفنگ. دیدم شما عکسای زیادی از محیطهای طبیعی در بالای آب و زیر آب میگیرید. این چند ساله فقط این نوع شکار رو انجام میدید؟ بله، در واقع زمانی که از ایران اومدم بیرون دیگه بیشتر از طریق عکاسی بود که با طبیعت سر و کار داشتم، حالا چه مناظر مختلف، چه حیوانات مختلف، چه گیاهای مختلف، و اصلا رفتم توی زاویه دیگه از نظر اهمیتی که همیشه به طبیعت داشتم و دارم. یعنی از بچگی علاقه من بودم به طبیعت به طور کلی، به خصوص کشور ما که واقعا از هر لحاظ از نظر اکوسیستم های مختلف و مناظر مختلف و به اصطلاح آب و هواهای مختلف واقعا غنی از هر لحاظ. دلتون تنگ میشه برای اون فضا؟ خیلی خیلی، اصلا تمام اون مناظر از خلیج فارس بگیرید و موقعی که میرفتیم جنوب به خصوص اونجا غواصی زیاد میکردم برای خارک و جزیره کیش، دیرتر وقتی تبدیل شد نوشهر که خب تمام منطقه شمال ایران، تابستونا گرگان میرفتم قبل از اینکه برم به نوشهر که ملحق بشم به پدر مادر، درست بعد از شروع تعطیلات تابستان، و مناطق دیگر ایران، حالا بعضی وقتا بیشتر صحرایی بود، بعضی وقتا بیشتر مناظر تمام حاشیه منطقه نیشابور تا بریم به مشهد و بیرجند و اونورا، یه مقداری طرف های همطور که بهت گفتم جنوب، مثلا بندرعباس، بوشهر، اینجور جا. متاسفانه منطقه کردستان هرگز نبودم و خیلی دلم می‌سوز از این بابت، ولی شمال آذربایجان بودم، نزدیک های مرز آذربایجان کنونی، یعنی منظورم آذربایجانی که قبلا جزء شوروی بود، و بیشتر اون مناطق رو بارها و بارها دیدم و واقعا تمام این مناظر، تمام این طبیعتی که داشتیم واقعا از هر لحاظ همطور تو ذهن من مونده، منسجم. خب خیلی از تصاویری که از اون زمان تو ذهنتون مونده با تصاویری که الان میبینید فرق میکنه. خب هفته گذشته فیلم مستند ماهی ها در سکوت میمیرند رو شما دیدید، چیزی که از تلویزیون ایران هم پخش شده و بخشی از مردم ایران دیدن، چه بر سر سیستان و بلوچستان اومده، بر سر هیرمن، بر سر هامون، بر سر جازموریان. چه احساسی پیدا کردید وقتی اون فیلم رو دیدید و سختی های مردم رو توش دیدید؟ واقعا دلخراشه. یعنی من فکر کنم یکی از بزرگترین جنایت های بر علیه بشریت موقعی است که محیط زیست انسان ها و حیوانات از بین بره، نه تنها برای زمان دستی که در اون زندگی میکنه، بلکه برای نسل های بعدی. یعنی به نظر من یک وظیفه انسانی است که ما به طبیعت خودمون برسیم، به محیط زیست که درش می‌خوایم زندگی کنیم برسیم. فرض کنید شما منزل خودتون باشید، فرض کنید یه جا لوله بتره که اون فاضلاب بیاد تو زیر زمین، یا فرض بفرمایید که دندان دیوار ترک بخوره، همه جور موریانه و حیوانات عجیب بریزن توش. خب می‌خواید در همچین خانه زندگی بکنید؟ اصلا قابل زندگی خواهد بود؟ الان کشور ما تهدید میشه با مسئله خشکسالی مهم، یعنی حالت خشکی، یعنی کمبود آب، از بین رفتن منابع آب، با این چاهایی که زدن، با این سدسازیایی که شده، و تمام اینها میتونه تقریبا یه حالت غیر قابل جبران بشه که در دراز مدت و به زودی بهش پرداخته نشه. و اینا چیزایی است که الان نتیجهش، یه نمونهش همین فیلمی که میگفتی، ببینید چه فجایعی به وجود میاد در نتیجهش. یعنی اصلا ممکنه که یه عده مجبور شن از مملکت کوچ کنن برن، چون آب کافی نخواهد بود. خب همین نقطه خطرناکی است که خیلی ها پیش بینی کردن، از جمله مثلا عیسی کرانتری، وزیر اسبق کشاورزی، پیش بینی کرده که ما در 10-15 سال آینده با یک سیل مهاجرت روبرو خواهیم بود.
الان مهاجرت در داخل کشور همونطور که در فیلم هم دیدید آغاز شده. مردم از سیستان، از زابل دارن به نقاط دیگر میان و دولت تازگی ها حتی جلوی مردم رو میگیره که نکنه مثلا نسبت شیعه به سنی در زابل و مناطق مختلف سیستان و بلوچستان تغییر کنه. اما یک واقعیتی هست که باش روبرو هستیم. اتفاقی که افتاده بعضن به خاطر نوع توسعه‌ای هست که ما در ایران شاهدش بودیم. بالاخره سیر توسعه در طول 100 سال گذشته توسعه پایدار نبوده. توسعه عمرانی داشتیم، به سمت مثلا عمرانی شدن رفتیم، اما در مقطعی به ویژه در طول 37 سال گذشته توسعه شدیداً عمرانی بدون توجه به آثارش بوده. شما به چه توسعه‌ای نگاه می‌کنید و چه توسعه‌ای رو برای ایران مفید می‌دونید؟ ببینید، من فکر کنم بایستی از دیدگاه‌های متعدد به قضیه برخورد کرد. یه بخش مهمی از برنامه ریزی و پیشبینی آنچه که در میان یا دراز مدت میتونه اتفاق بیفته بایستی بر اساس یه سری بررسی های علمی باشه و متخصصین این امر که میتونن بیان و بگن که چه اتفاقاتی احتمالاً خواهد افتاد در 20-30 سال آینده از نظر آب و هوا، از نظر خیلی مسائلی که واقعا اینها رو بایستی به دقت بررسی کرد و نوع داده هاییست که بر اساس اون بتوان برنامه ریزی های به قول معروف انفراستراکتور هایی که در کشور باستی زیر ساختایی کشور هست، حالا در ارتباط مثلا با انرژی های جدید باشه، مثلا بریم دنبال انرژی خورشیدی یا مثلا ژئوترمال یا مثلا فرض بفرمایید انرژی بادی که در سراسر کشور هم هست و این کشور ما هم فکر کنم کشوری است که کاملا برای این آماده است، یعنی ساخته شده برای این، یعنی از نظر محیطی که درش هستیم، آفتابی که داریم، بادهایی که هستش در منطقه مختلف. این برنامه ریزی ها البته خب از اونجا شروع میشه که دولت مسئول و دلسوزی هست در کار و این همه به قول معروف رشوه خواری یا فساد توی در سیستم نباشه. این برنامه ریزی ها همراه با یک مطالعه دقیق علمی میتونه واقعا یک چشمانداز دقیقی بده در اینکه به چه شکلی بایستی کار انجام بده. حتی در شهرسازی خب کلی بایستی مسئله بررسی بشه، الکی نمیشه همطوری منطقه رو گسترش داد و خب خیلی از کشورهای در جهان دیدیم که اومدن و حتی یه شهرسازی های جدید رو مطابق بر مبنا و با حساسیت نسبت به محیط از نظر فضایی که درش میخوان گسترش بدن، اینا کمک میکنه. خب مثلا زمانی که برمیگردیم در گذشته، من یادم میاد که خب در همون حواشی تهران جاده کرج که میرفتیم، خب خیلی از کارخونه ها رو اون موقع در غرب تهران ساختن، در صورتی که اغلب اوقات بادها از غرب شهر میومد، یعنی تمام این به اصطلاح باد آلودگی ها آلودگی خب میومد صاف رو شهر. بله، اگه مثلا در شرق تهران ساخته میشد خب بادها میرفت به اون ور، لااقل رو خود شهر. مثال میزنم، خب توجه به این مسئله که اینکه خب بادها هست که چه طرف میان، نمیدونم چقدر مثلا جا هست برای چاه زدن اگه سدسازی نمیشه انجام داد، خیلی از این بررسی ها رو از خیلی قبل باید پیش بینی کرد. تا مقدار زیادی این کار البته در گذشته میشد، ولی فکر میکنم خیلی با حساسیت بیشتری بایستی الان نگاه بکنیم به مسئله زیست بوممون. یعنی میتونم بگم که شما نگاهتون و شما و البته همکارانتون در شورای ملی، خب شما جز معدود گروه هایی هستید که برنامه برای محیط زیست، برای منابع طبیعی داشتید در قیاس با دیگر گروه های سیاسی. میشه اینطور عنوان کرد که نگاه برفرض شورای ملی بر پایه توسعه پایدار هست در مقابل توسعه که الان داره در ایران اتفاق میفته؟ قطعا، یعنی در تمام زمینه ها بایستی این توسعه به شکل پایدار پیش بره، در تمام زمینه ها. ولی چون موضوع صحبتمون اساسا امروز بیشتر در ارتباط با مسئله زیست بوم و مسئله زیست محیطی هستش، یه اهمیت خاصی براش قائل بشیم، برای که مثلا جدا از مسئله آموزش و پرورش و جدا از مسئله بهداشت که به نظر من بسیار مطلب کلیدی و حیاتی است برای کشورمون در آینده و برای نسل‌های بعدی، اما محیطمون داره از بین میره، محیط زیستمون داره از بین میره. یعنی یک سری مشکلاتی است که اگه از همکنون بهش پرداخته نشه فردا دیگه دیره، نمیشه 10 سال 20 سال صبر کرد. دلیل اینه که بخشی از کاری که کمیسیون‌های مربوطه در شورای ملی روی این مسئله از حالا دارن با یه سری متخصصین کار میکنن که لااقل یه ایده‌های کلیدی رو بتونیم عنوان بکنیم با همکاری و با خرد جمعی همراه با بسیار از متخصصینمون که در داخل کشور قطعاً روی مسئله خیلی کار کردن، ولی گوش شنوا
که ما متاسفانه حکومت داریم که اصلا اهمیت به این مسائل نمیده. به قول شما بیشتر اهمیت میدن به درصد کی سنی است کی شیعه است، که بدن رودخانه ها خشک شده یا مردم دارن از گشنگی میمیرن. به هر حال اینا مسائلی است که از همکنون باید شروع بشه فکر کرد و این نگرانی ها و این دغدغه ها واقعا دغدغه هایی است که باید خیلی جدی گرفت. به نظر من به همون اندازه اگه نه بیشتر از مسائل سیاسی، این مسائل کلیدی است، برای اینکه ما فردا که مملکتمون خشک بشه، اگه محیطمون از بین بره، چه فایده داره برنامه ریزی سیاسی یا سازمانی یا ساختاری؟ اصلا کشوری نخواهیم داشت که بخوایم توش زندگی بکنیم. به این حد مسئله به نظر من جدی است و حیاتی است. خوشبختانه دیدیم که بسیاری از همیهنانمون در ارتباط با این مسائل، در ارتباط با زیست بوم کشورمون، محیطشون، اکوسیستم هایی که داریم، حیواناتی که داریم، از خیلی لحاظ این حساسیت درشون خیلی بالاتر رفته. یک بحث کوتاهی چند ماه پیش با شهبانو مادرتون داشتم راجع به آب. یکی از چیزهایی که اشاره میکردن این هست که نوع در حقیقت صرفه‌جویی و ملاحظه کاری که در زندگی خودشون میکنن، به نوه هاشون چی میگن، که با درختان چه ارتباطی داشته باشن. اون صحبت شهبانو رو با هم میبینیم. مثلا من الان به بچه ها نوه ها میگم برین درخت ها رو ماچ کنیم، میرم بغل میکنن که درخت مهمه، گل مهمه، حیوانات زنده مهمن. خود من یه کاره میکنم، ممکنه یه قطره است میلیاردی تو چه، ولی نمیذارم آب زیاد از شیر بیاد، نمیدونم تلف نمیکنم آب. بارتی فرهنگه در حقیقت، یک نگاه همین دیگه هست. میدونی یه چیزای کوچولوی اینجوریه، مثلا آبی که ته یه لیوانه نمیریزم دور، یه جوری استفاده میکنم، میگم دنیا عوض نمیشه با این کار من، ولی اقلا من میکنم. خب دیدیم که نگاه شهبانو چی بود. میگن که به عنوان یک شهروند، به عنوان یک نفر، حتی میزان آبی که مصرف میکنن کمتر باشه، به جای ضرری نمیخوره. اما فرض کنید که 80 میلیون ایرانی میزان مصرف روزانه‌شون رو کمتر بکنن، دوش‌های استفاده کنن که آب کمتری مصرف میکنه، مثل تو تهران این جنایت رو مرتکب نشن که با آب خوب سدهای اطراف تهران ماشین‌هاشون رو بشورن. دقیقاً. چمنکاری که در تهران اتفاق میفته، منبع بسیار بزرگ آبهای زیرزمینی رو داره از بین میبره، اعتراض بکنن. فکر میکنید چه کاری ما میتونیم بکنیم از خارج از ایران، چه کاری شهروندان باید انجام بدن یا بهتر انجام بدن در داخل ایران که حفظ بکنن این آب رو برای نسل‌های بعدی؟ مسئله کلیدی اطلاع رسانیه. حالا این اطلاع رسانی رو میشه در چند جنبه مختلفش بررسی کرد. یه مفهوم اطلاع رسانی در واقع قسمت آموزشی است، یعنی آگاهی دادن به جامعه از بچگی. بچه‌ها که میرن کودکستان شروع میکنید تا در سن بلوغ که برسن، یعنی اصلا درک طبیعت و اهمیت تمام این مسائل، صرفه‌جویی در مصرف هر چیزی بی جهت، حالا میخواد آب باشه، برق باشه، انرژی باشه، چون در حال برای تولید انرژی کلی حتی آب مصرف میشه. دقیقاً. و این میگم این یه بخشش یک آموزشی است که باعثی به شکل واقعا حساب شده و علمی انجام بشه. خب این یک قسمته. قسمت دیگرش مطبوعات رسانه هاست، که رسانه ها چه مسئولیتی دارن در پخش و تولید برنامه هایی که این نوع آگاهی ها و این نوع اطلاع رسانی ها رو در سطح عموم به جامعه بتونن ارائه بدن، حالا چه به فرم چاپیش چه به فرم الکترونیکیش. بخش سومش که برمیگرده به این فضای مجازی که امروز با تکنولوژی هایی که قبلا نبوده، خب مردم فیسبوک دارن، توییتر دارن، اینستاگرام دارن، تلگرام، و یک فضای ارتباط بین افراد هست که متکی به یک ساختار فرض کنید رسانی نیستن، خودشون با هم میتونن فکر بکنن، تلاش بکنن، پیش بینی بکنن. فرض بکنید که اگر این آمادگی و این آگاهی باشه که ما در سطح یک ده یا یک منطقه کوچیک در یک شهرستان دور افتاده، تا بخوایم صبر کنیم که دولت بیاد و بررسی کنه و مثلا فرض بفرمایید وسایلی بفرستن برای ترمیم یک دیواری که خراب شده، یا یک مثلا یه جایی که آب داره میاد و یه جایی رو مثلا فرض کنید داره لطمه میزنه، یا مثلا چه میدونم سنگریزی شده، یا یه اتفاقات اینجوری میفته به شکل طبیعی. خب اگر این آمادگی، این ذهنیت، این وسایل رو از قبل بشه پیش بینی کرد، خود افراد اون منطقه میتونن آنن به این مسئله بپردازن. یه سری البته امکانات لوجستیکی
لازم هستیم، سری وسایل و دستگاه‌های لازم هست، اما این آگاهی باشه که چگونه میشه پیش بینی کرد یا حتی جلوگیری کرد از به وقوع پیوستن یک سانحه، تا اینکه بعد از اینکه اتفاق بیفته تازه بخوایم به فکرش بیفتیم. تمام اینا برمیگرده به اون آگاهی و اون آموزش که از قبل داده میشه. بنابراین من فکر کنم که الان که به جهان نگاه میکنیم، خب خیلی کشورها هستن به خاطر محیطهایی که درش هستن، یه جایی هست که فرض کنیم بیشتر برفیه، یه جای بیشتر مثلا مسئله باد و گردباد و شن و نمیدونم طوفان، نمیدونم گرد و خاک و اینجا هست. قضیه مثلا خوزستان اگر نگاه بکنید، خب اون قیرپاشی هایی که میشده، یه مازپاشی بود که جلوی این. خب تمام اینا هر منطقه ممکنه در ایران فرقش باشه اون منطقه دیگه که داره، مثلا شما این منطقه همین سیستان و بلوچستان، خب یه آب و هوا و محیطی داره که به کلی فرق داره با منطقه شمال یا فرض کنید با غرب کشور. خب این آگاهی رو بر مبنای این همه، من خودم در وقت فراغتم میشتم خیلی از این برنامه ها رو تو این کانال های مخصوص این کار نگاه میکنم، راجع به طبیعت، راجع به محیط زیست و خیلی چیزها، خیلی به اصطلاح فیلم های داکیومنتری مستندهای مختلفی هستش که راجع به مسائل تو توضیح میده و کلی آدم ازش یاد میگیره و به نظر من به این طریق ما خواهیم تونست در سطح عمومی کشور یک آگاهی رو ایجاد بکنیم که باز جامعه فقط و تنها متکی به دستگاه‌های اداری کشور نباشن، خودشون بتونن یه مقدار استقلال عمل هم داشته باشن، یه مقدار بتونن ابتکار عمل خرج بدن. همینا برمیگرده به این آگاهی و اطلاع رسانی اولیه. بنابراین در وهله اول باید محتوای این اطلاعات رو در حدی که میتونیم بیشتر و بیشتر بکنیم و من فکر کنم یه بار که این گسترش پیدا کنه به شکل تصاعدی تقریبا سرایت خواهد کرد به بطن جامعه. خب یه سوال پیش میاد، کشورهای غربی که سیستمایی دارن که مردم نظارت میکنن، مردم وارد میشن، مشارکت میکنن و همراهی میکنن برای بهتر شدن شرایط، خب اینا با سیستم مالیاتی اکثرا پیش رفتن و مردم میدونن مالیاتی که میپردازن صرف چه هزینه هایی میشه و روش نظارت میکنن. خب در ایران ما هنوز به اون سیستم، به اون نگاه نرسیدیم، به همین دلیل دولت عملا نگاهی رعیتی داره، نگاهی از بالا داره به شهروندان. فرض بکنیم که ما روزی روزگاری برسیم به یک نظام ساختاری مالیاتی که شهروندان بدونن و بتونن مشارکت بکنن، دخالت بکنن و پاسخ بطلبن. در اون شرایط وضعیت عملا فرق میکنه، اما ما الان در موقعیتی هستیم که یک اون ساختار مالیاتی پاسخگو نیست، سیستم حکومتی عملا به عنوان رعیت به شهروند نگاه میکنه و شهروند همینطور فقط چشمش به بالاست که دولت کمک بکنه. به عنوان مثال چهارمحال بختیاری که بام ایران هست و منبع آب استانهای دیگر، بسیاری از روستاها دارن براشون با تانکر آب میبرن، اتفاقی که جدید هست. خیلی از شهروندان به خاطر که آبشون رو منتقل میکنن به نقاط دیگر، دارن به رفسنجان آب منتقل میکنن به خاطر اینکه پستکاری اونجا چند سال باعث شده که آبهای زیرزمینی از بین بره و هزینه‌اش رو باید مردم مناطق مختلف چهارمحال بختیاری بدن. مسئولیت شهروندان در بعد کشوری و در بعد محلی خب مسئله هست که خیلی روش کار نشده. اطلاع رسانی هم بالاخره میتونه مؤثر باشه. با این وجود آیا شورای ملی مثلا مانیفستی و یا طرحی رو داره ارائه میده که راجبه در حقیقت افزوده شدن مشارکت های مردمی برای اینکه خودشون کنترل خیلی از مسائل رو دست بگیرن تا نابود نشه محیط زیست ایران، آیا شورای ملی برای این قضیه هم فکر کرده یا نه؟ در خطوط کلانش که البته داره همین مسائل بررسی میشه، همطور که میدونید یک مطالعه دقیق و عمقی مستلزم امکانات خیلی فراتر و به خصوص یک نگاه در محل هستش برای ارزیابی دقیق شرایط یک منطقه خاص و این البته واگذار خواهد شد به مسئولینی که پشت سرش میان و این لااقل از یک دید چشم انداز که به چه چیزهایی باز دقت کرد و نگاه کرد، تا اونجایی که امکان داره با کمک متخصص امر روی این مسئله داره تا حدی مطالعه میشه. اما یه نکته شما اشاره کردید که به نظر من بسیار حائز اهمیته. من اعتقاد دارم که مقدار زیادی از درآمد ملی کشورمون که از طریق منابع خصوصی گازی و نفتی ما هستش، به نظر من بایستی به یه حساب جداگانه بره که فرض سوای هر بودجه که دولت سالانه تعیین میکنه یه مقداری از این پول بره کنار و ذخیره بشه برای نسل بعدی.
برای مسئله بهداشت، برای مسئله آموزش پرورش، برای مسئله زیست محیطی و این مسئله اصلا یه رزرو ارزی باشه برای کشور و اون وقت تقسیم این بودجه بر مبنای احتیاجات سالانه منطقه و یا یک فرض کنید بودجه اضطراری در صورت اتفاق بیفته یه چیزیست که بایستی با همون نظارت مستقلی که میگفتیم و با مسئولیت خود شهروندان این مناطق بررسی بشه. هیچ کسی بیشتر دلسوز و دغدغه محیط خودشو نداره که اهالی اون منطقه. اون کسی که تو اون منطقه ازش خیلی بهتر از یک نماینده مجلس در تهران میدونه اینجا چه خبره و چی لازم هست. حتی در دنیای ارتباطات بسیار سریعتر امروز انتقال این امکانات به اون محل ها اگه بخواد تو گردونه و بوروکراسی دولتی بیفته همیشه تأخیر برش هست و به اون حدی هم که هست به نظر من اثرگذار و بهترین اپتیمال ترین روش ممکنه انجام نشه. چه کیفی چه کمی. بنابراین اول باستی خود اون سرمایه رو یه جا حفاظت کرد که باشه همیشه به صورت مستمر. شما وقتی صحبت از توسعه به اصطلاح پایدار می‌کردید، خب توسعه پایدار بدون امکانات پایدار که امکان پذیر نیست. یه تضمین مالی دائمی باید باشه که این مسئله رو بتونه بهش بپردازه. حالا چه جوری تقسیم میشه و در چه حدی اون بستگی داره به دقیقاً مدیریت کلان اقتصادی، سیاسی، منابع طبیعی همه در کنار هم با نظارت مردم. ببین من فکر کنم مردم، ببین مردم خرد و عقلشون میرسه به این چیزا، دست کم نباید کرد. من هیچ وقت مردم رو در هوشی که دارن دست کم نمیگیرم. موضوع این هستش که چقدر میشه توانمندشون کرد. توانمندی است به عنوان یه حق سیاسی که در جوامع پیشرفته امکان اجرای خیلی از این مسائل رو ده. نه فقط یک حق و مفهوم آزادی سیاسی، ولی یک توانمندی به مفهوم اجراییش. خب من فکر کنم بسیاری از همیهنانمون اگه امکانات و توانمندیشو داشته باشن خیلی بهتر از دولت میتونن به این کارا بپردازن اگه مشارکت بهشون بدیم، اگه امکاناتشو براشون فراهم بکنیم و حتی مقدار زیادی از مسئولیتایی که به گردن دولت‌ها میتونه بیفته اگه خود مردم ابتکار عمل نشون بدن و این کارو به عهده بگیرن بسیاری از مشکلات روزانه و کارهای روزانه دولت رو کمتر میکنه و دولت بهتر میتونه رو مسائل خیلی کلیدی بپردازه و بیشتر کارا رو بسپره به خود جامعه. بنابراین این به نظر من یه چیز بسیار کلیدی است که امیدوارم بشه به اجرا گذاشت و به این رشد فکری جامعه منشالله چه به مفهوم اجتماعیش و چه به مفهوم سیاسیش رسیده باشیم که بریم سراغ توانمندتر کردن و امکانات بیشتر دادن به جامعه. وگرنه مسئله نیست که عقلشون نرسه، میرسه و میگم تو دنیای امروز این ارتباطات این کار رو کاملا خیلی تسریع کرده، خیلی وسیع‌تر، خیلی در ابعاد بهتری میتوانید اطلاع رسانی ها رو کرد. میادم میاد اون زمان که سپاه مثلا فرض کنید دانش باز میرفت و کامیون میبردن تو روستاها بین اشاعر که مثلا بچه های زیر چادر دوتا کتاب الفبا یاد بگیرن، کجا تو دنیای امروز که شما تون یک فایل نمیدونم تصویری رو روی تلفن آیفونتون یا هرچی هست ضبط کنید و همونجا نشون بدید و از طریق بلوتوث یا از طریق نمیدونم همین پلتفرم‌های مختلف مثل چه میدونم تلگرام و اینستاگرام پخش بکنید، خب هر کسی در هر گوشه مملکت آنن میتونه این رو ببینه، بررسی کنه، جواب بده، عکس العمل نشون بده. میدونی چقدر این مسئله خیلی اتفاق عملاً افتاده. چند روز پیش مردم در خوزستان 2000 نفر جمع شدن و گفتن که در اعتراض به سیاست‌های آبی وزارت نیرو جمع شدن حالا تو تعطیلات نوروز. این 2000 نفر با تلگرام پیام‌های خودشون رو فرستادن و ما در خارج از کشور آشنا شدیم که چه خوب دارن در حقیقت به طور مسالمت‌آمیز کاملا بدون خشونت حق خودشون رو می‌طلبن. اینکه میزبان ما هستید در برنامه آوانگارد، شما به عنوان کسی که مدت هاست در ایران نبودید ولی خب اطلاعات به روزی دارید درباره مسائل مختلف نقاط مختلف کشور، الان میدونید که ما هرچی به سمت آینده میریم ایران گرمتر داره میشه، بارندگی متوسط از 250 میلیمتر پارسال رسید به 198 میلیمتر، جمعیت هم داره بیشتر میشه. الان میدونیم که ایران داره تقریبا همون روندی رو طی میکنه که سوریه در 2006 به بعد طی کرد، یعنی افزایش گرما، کاهش میزان باران، کمبود آب و بلا تکلیفی به خاطر سیاست‌های بد دولت اسد. هرچی به سمت جلو پیش میریم
به نظر میاد داریم به اون شرایط نزدیک میشیم. اختلافات بر سر آب داره در چهارمحال بختیاری، در اصفهان و در نقاط دیگه اتفاق میفته. آیا شما به عنوان حالا مسئول شورای ملی و همچنین همکارانتون نگاهی به آینده هم دارید که ما با این آینده باید چطور برخورد بکنیم؟ قطعاً، البته در دراز مدت واقعاً باید برنامه‌های بسیار اساسی رو پیش بینی کرد و این مستلزم یک بررسی بسیار وسیع توسط متخصصین و به اصطلاح افرادی که هر کدوم در زمینه بخش کار خودشون تخصصی دارن، از نظر انرژی، از نظر زیست‌بوم. و رو این چشم‌اندازی که کمیسیون‌های مربوطه شورای ملی دارن کار می‌کنن، با بسیاری از این متخصصین این کار رو آغاز کردیم که بتونیم لااقل ببینیم که مسئله دراز مدت و البته همینطور میان مدت چه میتونه باشه. بسیاری از مسائل فوریت داره و فکر میکنم در زمانی که وارد مرحله یک دولت انتقالی میشیم، تا زمانی که دولت‌های آینده بر مبنای یک نظام سیاسی جدید بیان روی کار، نمیشه مملکت رو هوا ول کرد. همچنان خیلی از این مسائل از همکنون و از همین حالا باز پرداخت. این باید زیر ساختار نگه داشت. مسلماً و تمام این مسائل باستی کاملا در نظر گرفته بشه. اونجایی که ناکفایتی هستش مسئله رو حل کرد، اونجایی که بیشتر باستی بهش پرداخت، بیشتر پرداخته بشه. و خب مقدار زیادی هم بستگی خواهد داشت به اینکه محض اینکه یک دولت مسئول بیاد سر کار و دلسوز به جای که خرج نمیدونم فلسطین و نمیدونم سوریه بکنه، خرج این دو مسائل بشه، خب آنن بشه به اون مسائلی که آنن باز بهش توجه بشه شروع بهش پرداختن. تا حدی میشه این بررسی رو از خارج و داخل انجام داد، ولی خب همطور که حدس میزنید به روز بودن و به مرحله کاملش رسوندن مستلزم یک سری بررسی‌های دقیق در خود شرایط عینی محل میتونه باشه. ولی خیلی از مسائل رو از نظر پیش‌بینی‌هایی که در سطح جهانی داره میشه با منابع و با آمارهایی که به هر حال وجود داره، از نظر گرم شدن هوا یا تغییرات کلی جوی در سطح جهانی که اثرش الان در ایران می‌بینیم، این کمبودات فقط مختص ایران نیست، ولی خب ایران هم داره از این بابت لطمه میبینه. به خصوص که اون زمانی که من یادم میاد پدر من هر روز صبح که بیدار میشدن اولین گزارشی که بهشون داده میشد میزان بارندگی روز قبل بود. مسئله آب از همون زمان برای ما مهم بود. موقعی که جمعیت کشورمون نصف جمعیت بود، موقعی که جمعیت شهر تهران مثلا فرض کنید زیر 5 میلیون بود که تازه به زحمت میتونستیم آب تهران رو به اون جمعیت از صد لطیان و صد کرج فراهم بکنیم، چه برسه به حالا که خدا میدونه چه تعداد جمعیتی اونجا هستن. تمام این پیشبینی ها و تمام برنامه ریزی ها کوتاه مدت میان مدت باستی بررسی بشه و البته یک طرحهای کلان دراز مدت، ولی اون دراز مدت شامل یه سری نهادینه شدن ساختارها و برنامه ریزی هاییست که الان مملکت این امکانات رو نداره، یعنی از نظر ساختاری نداره، از نظر نیروی انسانیش، از نظر کادرهای تخصصیش. با اون چیزی که فعلا داریم باسی کارو پیش ببریم، ولی سعی کنیم از حالا این کادرها رو آموزش بدیم، آماده بکنیم که بتونن بررسی ها و به شکل پایدار دراز مدت رو در نظر بگیرن. لااقل فکرشو باز کرد، لااقل برنامه‌ریزیشو باسی تا حدی که الان امکانش هست انجام بدیم، ولی مقدار زیادی برخواهد گشت نهایتاً به چگونه به اجرا گذاشتن این طرح‌ها و نهایتاً مسئله بودجه‌ای و امکانات مالیش هستش که مطرح خواهد بود، که برمیگردم به صحبتی که در برنامه قبلی داشتیم، یعنی چقدر از این درآمد ملی بایستی در یک جا حفظ بشه و مخصوص این نوع کارها قرار داده بشه، چون این مسئله خیلی مهم است. من به نظر من الان مسئله آب یک مسئله است که یه موزل قرن آینده خواهد بود. من حتی فکرم در سطح جهانیش ممکنه جنگ های بعدی سر آب مرن شروع شده در خیلی از جاها. در آفریقا مثلا دیدیم دقیقا، یعنی اصلا مسئله دیگه نفت و گاز اینقدر نیست که فردا سر آب جنگ خواهد شد. این یه مسئله است که بایستی واقعا در درجه اول اهمیت قرار بگیره و حالا این دولت فعلی چی کار داره میکنه یا نمیکنه از نظر به حال مدیریتش که فکر کنم جواب همه میدانند، ولی بایستی راجع به مسئله صحبت کرد، بایستی به چالش کشید، بایستی این انتظار رو مطرح کرد، بایستی جامعه این آگاهی رو پیدا بکنه کما اینکه داره، ولی خب بایستی بیشتر فشار آورد
که این یه مسئله است که غیر قابل جبران خواهد بود اگه آنن بهش پرداخته نشه. هنوز دیر نشده، ولی 5 سال 10 سال دیگه بخواد بگذره ممکنه دیگه اصلا راه برگشت نداشته باشه. یعنی عملا اتفاقی که ما می‌بینیم در بسیاری از دشت‌هامون افتاده به دلیل کشیدن بیش از حد آب نشست کردن. ما شاهد فروچالای هستیم در میناب، در همدان، در جای دیگه، جایی که فروچاله باشه دیگه آخرین مرحله بیابانزایی دیگه، نابود شده زمین، زمین مرده، ما شاهد مرگ زمین هستیم. خب این اتفاق به خاطر کشاورزی نادرست، یکی به خاطر رسیدن به خودکفایی غیر عقلانی. خب بالاخره خودکفایی در جایی که امکانش باشه ایرادی نداره، اما شما منابع آب رو از بین ببرید به خاطر که گندم این نسل رو فراهم کنید، نسل‌های بعدی چه خواهند کرد؟ خب اگر شما در خود آمریکا دارید می‌بینید که الان به خاطر خشکسالی و بحران آبی که در کالیفرنیا هست، شهروندان دارند مشارکت زیادی می‌کنن. آب به چمن داده نمیشه، آب استخر عوض نمیشه، جریمه‌های سنگین دارن می‌گذارن. شهروندان خودشون حواسشون هست. خب یعنی یک همراهی وجود داره و همدلی، به خاطر اینکه دولت رو، بالاخره دولت محلی رو، دولت ایالتی رو از خودشون می‌دونن، خودشون انتخاب می‌کنن و مسئولیت در قبالش دارن. فرض می‌کنیم که ما در مقطعی وقتی که دولت انتقالی رو داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، تا برسه به دولتی که حالا مردم میخوان انتخاب بکنن، هر گروهی که بخواد باشه، این محدوده حالا بخواد چند ماهه بعد که نه، بعد عملا چند ساله باشه، آیا برای اون مقطع برنامه‌ای ریخته شده که به چه نحوی به سمت شهروندان برن و آموزش رو فراتر ببرن، برای اینکه یک، شهروندان از حقوق خودشون آگاه تر باشن، دو، مشارکت عینی داشته باشن در سیستمی که بدونن از آن خودشون هست؟ من همین رو میخواستم از شما بپرسم. دقیقا. ببینید، از همکنون جامعه رو بس درگیر این موزل کرد، با آگاهی رسانی، با اطلاع رسانی، با شرکت دادنشون در پیگیری این مسائل. از همکنون یه بخشی از مشکل این هستش که حکومت فعلی اهمیت به این مسائل نمیده یا اصلا مدیریتش رو انجام نمیده. ولی ما که نمیتونیم بگیم که فقط دعوا سر این هستش که این دولت و این حکومت فعلی چه کار میکنه و یا نمیکنه. از همکنون نباید صبر کرد تا اون زمانی که این شرایط به وجود بیاد که حالا مثلا دولت انتقالی باشه که سری کارا رو بتونه شروع کنه به انجام دادن. از حالا باید زمینه سازیشو کرد، از حالا باید یه سری از بررسی‌ها انجام بشه، از حالا باید یه سری از طرح‌هایی که به محض امکان برای پیاده شدنش بشه اقدام کرد. هر چقدر ما بیشتر در صرفه‌جویی در زمان درست عمل بکنیم، زودتر خواهیم تونست به این مسئله بپردازیم. کما اینکه مقداری از این کار رو از همکنون میشه انجام داد. یعنی اینطور میخوام بگم که جامعه نبایستی مستحصل باشه از این لحاظ که تا زمانی که این حکومت هست هیچ اتفاقی نمیفته و ما مردم هیچ کاری نمی‌کنیم. نه، خیلی از کارا رو افراد جامعه میتونن انجام بدن. کما اینکه بسیاری از حرکت‌هایی که در مملکت انجام شده، به خصوص در ارتباط با زیست بوم ایران، به خصوص با مسائل دغدغه‌هایی که جامعه نشون داده، منتظر هیچ دولت یا مسئول منطقه‌ای نشستن، خودشون دست به کار شدن، خودشون اقدام کردن. و همین برخورد، همین دیالوگ، همین بررسی چه میتوان فعلا کرد تا زمانی که اتفاقات شرایط مملکت عوض بشه از نظر ساختار اداری مملکت، مقدار زیادی از این ضرر رو کم میکنه. و به نظر من بخشی از کار این هستش که چگونه جامعه رو از همکنون درگیر مسائل کرد. جواب کل مشکلات رو نخواهد داد، ولی مقدار زیادی از بار و دراستر شدن مدت و ضررهایی که همینطور داره اضافه میشه سر هم. مسئله نیست که ضرر الان بگیریم تمام شده، همینطور داره اضافه میشه، چون یک سیر منفی که باشه، شما یه منحنی است که بسید تیک کنید تا بالاخره شروع کنه دوباره به سمت رشدش. این خیلی مستلزم یک داد و ستد فکری زیادی است با خود جامعه. بنابراین هر چقدر هم که سری از متخصصین بیان و بهش مسئله بپردازن، این تنها کافی نیست. لازم هست ولی کافی نیست. به نظر من از نظر رسانه‌ای، از نظر روزانش، این گفتگو، این بحث در تمام فضاهای ممکن، در فضای مجازی، در صحبت‌هایی که مردم بین هم می‌کنن، در تبلیغ این افکار، در داد و ستد این فکر،
کمک خواهد کرد برای اینکه جامعه بتونه خودش رو بهتر آماده بکنه برای پرداختن به این مسائل. و یه سری راهکارها، یه سری پیشنهادها، یه سری متدها، یه سری تکنیک‌ها، یه سری اقداماتی که میشه در حد فعلی انجام داد. یعنی یک پروژه مملکتی نیست، ولی یک در حد شهروندیش یه سری امکانات یا یه سری اقداماتی است که میتوان انجام داد. خود این به نظر من کمک خواهد کرد تا حدودی که بسیاری از این ضررهایی که الان مملکت میخوره رو لااقل کمتر بکنیم، که آسیب نهایی کلن کمتر بشه، تا برسیم به غلطک درستش که انشالله بتونیم کار رو درست پیش ببریم. یکی از چیزهایی که در کشور ما اتفاق افتاده دخالت نهادهای نظامی هست در پروژه های بسیار بزرگ. خب میبینیم قرارگاه خاتم الانبیا در حوزه نفت، گاز، آب، جاده سازی و پروژه عمرانی عظیم دخالت میکنه. خب یکی از پروژه هایی که خیلی دنبالش هستند ایجاد یک کانال هست بین خلیج فارس و دریای خزر، که کارشناسان محیط زیست، زمینشناسان و بسیاری از کسانی که تو این حوزه کار کردن اعتقاد دارن که این یک پروژه بسیار مخرب خواهد بود، چه به لحاظ زیست محیطی چون حوزه های آب رو در حقیقت منطقش رو از بین میبره و از نظر سیاسی شرق و غرب میکنه ایران رو. به نظر شما خطر تداوم چنین رفتارهایی و چنین کارهایی و پروژه‌هایی و مدیریت نهادهایی مثل سپاه برای محیط زیست و منابع طبیعی کشور چیه؟ جوامع پیشرفته وقتی که می‌بینیم که این نوع مشکلات بیشتر بر مبنای یک حرکت از پایین به بالاست، یعنی به اصطلاح غربی‌ها میگن گراس روت، یعنی خود جامعه دخیل میشه. حالا در کشورهای مثل امریکا نمونه فدرالش گفتید، هر استانی، هر ایالتی بالاخره مردم اون ایالت یه مقدار با مشارکت خودشون به مسائل آنی خودشون میپردازن. بیشتر این رابطه شرکت مردم در کار هست و اون نظارت مسلماً دولتی یا نهادهای منطقه‌ای که سرپرستی دارن. وقتی شما با یک نظام توتالیتر به اصطلاح نظامی سر و کار دارید که یه مافیای سپاه کل مملکت رو کنترل میکنه و نگاه به شکل هرمی از بالا به پایینه و تمام تصمیمات رو اون رأس میگیره، تعجب نباید بکنیم. حالا بگذاریم از مسئله فساد و مسئله به اصطلاح تمام این اختلاسایی که هستش، اصلا هیچ سیستم سالمی نمیتونه باشه که بتونه به این نوع مسئله درست بپردازه. این مدیریت رو نمیشه به قول معروف به این شکل در این نوع مسائل بهش برخورد کرد. هر چقدر برنامه ریزی برنامه فرض کنید دولت میاد خب یه برنامه ریزی میکنه، یه وزارت خونه میاد برنامه ریزی میکنه، ولی پیگیریش، اجراش، نقش که بخش خصوصی باید داشته باشه در کار، چجوری اهالی منطقه باید در کار دخیل باشن، یه سری مسئولیت ها رو بین خودشون تقسیم بکنه. شما نمیتونید به اون فرم هرمیش از بالا به پایینش اداره بکنید. تعجب نباید کرد که یه جایی کار میلنگه و نهایتاً هم این انحراف از مسیر اصلی پیش میره. باید یه تجدید نظر اساسی بکنیم به طور کلی. وقتی میگم بکنیم منظورم واقعا باید عقلمون رو هم بریزیم ببینیم که خارج از یک ساختار حکومت‌های پیشرفته در جهان دموکراتیکش، سیستم‌های لایکش، سیستم‌های پارلمانیش، مثلاً از نظر ساختاری درستر اداره میشن تا هر جای دیگری، فراتر از اون چه باید کرد، فراتر از اون چگونه میتوانیم یک کاری بکنیم که این نوع تصمیمات واقعا تصمیمات به صلاح از رأس نباشه، یک بررسی خیلی عمیق‌تری بشه، یک مشورت با مردم اون منطقه بشه در اجرای خیلی از این طرح‌ها. این مشارکت واقعا لازم هست، برای اینکه من فکر کنم جامعه موقعی مسئولیت پذیرتر میشه که مشارکت بیشتر در کار و تصمیمات داشته باشه. شما اگه فردا بیاد بگید دولت برای خودش بافته و دوخته و یه نسخه هم پیچیده و میگه ما در بلوچستان یا در سیستان فلان کارو خواهیم کرد، هیچ کدوم از اهالی محل هم کوچکترین دخالتی نمیکنن، دخالتی در هم نداره، خب انتظار دارید چه مسئولیت و یا مشارکتی در کار داشته باشن؟ بیشتر این داده ها رو هم الان میبینیم تو تمام این، شما از من میپرسید خب این اطلاعات از کجا به دستم میرسه، خب روزی نمیگذره که خوشبختانه میگم با تکنولوژی امروز یه تیکه فیلم یا یه گزارش یا یک عکس از یه جای مملکت نیاد راجع به یک موضوعی، حالا میتونه موضوع مربوط به طبیعت باشه، ممکنه موضوع سیاسی باشه، کار ندارم، این اطلاعات الان میاد، یعنی خود جامعه داره میگه بابا
ما این چیزها رو داریم میبینیم و به نظرمون این اتفاقات داره میفته که داره ضرر میزنه. اگر توانش رو دارن که ایده بدن خودشون میدن و الا واگذار میشه به متخصصین کار. خب سوالی که پیش میاد این است که یه پتانسیلی رو اونا گذاشتن، یک شبکه‌ای رو ایجاد کردن. خب نمیشه گفت هر چیزی که درست کردن بد هست، نمیشه گفت هر چیزی درست کردن خوبه، بالاخره یک بالا و پایین‌هایی دارن. فکر میکنید که در دوره انتقال تکلیف نهادهایی که در دست قدرت بوده، در دست بخش نظامی بوده و هیچ نظارتی روش نبوده، بایستی چطوری اداره بشه که هرج و مرج نشه و از طرف دیگر منابع طبیعیمون در اون محدوده زمانی آسیب نبینن؟ سوال بسیار پیچیده و مشکلی رو از من میکنید، چون طبیعتاً ما نمیتونیم یه شب این کار رو انجام بدیم. به هر حال یک مسیر انتقالی بایستی شکل بگیره. اولاً بایستید از مسئولین کنونی، حالا چه قابل چه ناقابل، چی دستشون هست، کی مسئول چه کاری هست، چگونه این رو میشه انتقال داد به نهادهای بجا و درست؟ آیا نهادها وجود دارن؟ اگه دارن تکمیل هستن یا ناقص هستن؟ اگه ناقص هستن چجوری میشه تکمیلشون کرد؟ و این چیزی نیست که من بتونم رو حدسیات و گمان به شما بگم، واسه ارزیابی دقیق بشه از این مسئله. ولی خب بسیاری از این اطلاعات تا حد زیادی موجود هست. بر اساس اون میشه یه سری بررسی‌های اولیه و یه سری راهکارهای اولیه رو پیشنهاد کرد. من معتقد هستم که وظیفه دولت انتقالی در وهله اول اون حداقل لازم هست برای اینکه امور مملکت پیگیری بشه و به قول شما هرج و مرج نشه. برنامه‌ریزی جدید، سازماندهی جدید رو مشکل میتونه یک دولت انتقالی انجام بده. این باعث برگرده به یک وضعیتی که یک حالت عادی شدن شرایط هستش، ولی پیشبینی ها و برنامه‌ریزی‌هاش رو از نظر بررسی طبیعتاً میتوان تا حدی شروع کرد و آغاز کرد. حالا چند درصد از این ساختارهای موجود با کفایت هستن؟ اگه میتونن در این انتقال کمکی باشن تا این انتقال انجام بشه، حتما باز ازشون استفاده کرد. حالا اگه درست نبوده استفاده از اونها اون بحث دیگری است، ولی نمیشه گفتش که فعلا چون دستشون هست باسی به کلی اینا رو گذاشت کنار، یه داره از پشت کوک سبز نمیشه. خب همون اتفاقی که 37 سال پیش افتاد بعد از انقلاب، خب همه رو اومدن قلقم کردن، مدیریت ها رو عملا زیر سوال بردن، خیلی گفتن کارها ضد انقلابیه. مثلا کاری که سازمان برنامه بودجه تنظیم کرده بود و اینا گروه انقلابی اومدن نابودش کردن، خیلیاش به جا بود. خب برای اینکه ببینید شما یه حکومتی سرکار دارید که برخورد ایدئولوژیک داره به مسائل، از یک دید اجرایی و اجتماعی که برخورد نمی‌کرد که بگید خب نارسایی در کجا بود که بیایم اون رو رفع بکنیم، یا مدیریت در کجا خراب بود. اصلا یک دیده از روز اول اسلامی خودی ناخودی و صدور یک ایدئولوژی مذهبی به قضایا برخورد کردن. دیگه لازم نیست این رو توضیح بدیم، نتیجه شو امروز میبینیم بعد از گذشته نزدیک به 38 سال. برخورد اگه برخورد ایدئولوژیک باشه، خب مسلماً به این مسئله درست بررسی نمیشه. ما نمیتونیم مثل این سیستم که اومد و یه درو یه مرتبه فقط چون از قیافه‌شون خوششون نمیومد گذاشتن کنار، بگیم که هر کسی الان یه مسئولیتی داره در یک وزارتخونه یا در یک اداره‌ای بس از کار برکنار بشه به خاطر اینکه یه رژیم بی‌کفایت سر کار بوده. ممکنه خیلی از این افراد واقعا واجد شرایط باشن، صلاحیتش هم داشته باشن، مدیریتش هم بلد باشن، ولی خب کل سیستم چون خرابه نتونن درست به اجرا برسونن. باعثی واقعا دستچین کرد و دید چه نیروهای واقعا به درد می‌خورن، چه ساختارهایی در مدت انتقال میتونن لااقل کار رو پیش ببرن که هرج و مرج نشه، کما اینکه ممکنه بعدها دیگه اینا نباشن و یک ساختارهای جدیدی به وجود بیاد. ولی اینا برای پیشبینی‌های بعدی است در میان مدت تا دراز مدت، ولی در شرایط آنی مسلماً بایستی جلوی هرج و مرج رو گرفت و اجباراً با یه سری از نهادهایی که این نظام تولید کرده تا حدی کار رو پیش برد تا این انتقال به شکل آرامتر و متدیک به اصطلاح پیش بره. خب یکی از چیزهایی که تغییراتی که بالاخره ما در طول این مدت زمان دیدیم اتفاق افتاده در طبیعت ایران، آسیب‌های بسیار بزرگی است که در استان‌های حاشیه‌ای و مرزی اتفاق افتاده و اتفاقاً این استان‌ها استان‌هایی هستند که ما جمعیت از منظر قومی اقلیتی داریم، از منظر مذهبی اقلیتی داریم و اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی حقوقشون اکثراً نقض شده. همیشه موقع انتخابات این اقلیت‌ها امیدوار هستن که نفر بعدی بهشون برسه و نتیجه معمولا دیدیم که چی شده، بالاخره سال به سال، دوره به دوره بدتر از دوره قبل بوده.
یکی از چیزایی که شما مطرح کردید در محدوده زمانی انتخابات این بود که رأی ندادن خودش یک رأی هست. بخشی از مردم این رو شنیدن. بخشی از مردم به خاطر نگرانی‌هایی که داشتن، استیصالی که احساس می‌کنن، نه، همون مسیر قبلی رو به طور عادت خودشون طی کردن. طبیعتاً هر چقدر به همین سمت ما پیش بریم که در حقیقت به خاطر مستصل بودن و نگرانی گروهی بیان هر 4 سال یک بار نگران بشن و رأی بدن، تغییر ممکنه دیرتر اتفاق بیفته. اما از اون طرف داریم که به خاطر مشکلات محیط زیستی، کمبود آب، کمبود منابع، افزایش جمعیت، افزایش بیکاری و مشکلات دیگر، ما شاید یک انفجار از درون باشیم که اون آثار بسیار مخربی در پی داره. همیشه سوال کردن که خب آلترناتیو چی هست؟ حالا ما داریم بحث محیط زیستی میکنیم، اما اینجا محیط زیستمون اینجا به آلترناتیومون ربط پیدا میکنه. میگن که خب گروه های مختلف حرفایی میزنه و ما درکش نمیکنیم یا بهمون جواب نمیده. این سوال آیا الان میتونید شما بهش جواب بدید که بر فرض آلترناتیوی که داریم براش صحبت میکنید در حالا حوزه های مختلف اقلیمی، محیط زیستی و سیاسی چی هست که بخواد چیزی باشه که نگرانی شهروندان رو خیلی نگران هم که نکنه دو مرتبه خونریزی هرج و مرج و از بین رفتن و داعشی شدن، یعنی اصطلاحی که اصلاح طلبان به کار میبرن، اون اتفاق بیفته؟ چه گزینه‌ای وجود داره؟ البته تا حدی میتونم پاسخگوی سوالتون باشم. ببینید، یکی از کارزارهای عمده شورای ملی مسئله طرح آرمان‌های ملیمون هست که اصلا ما واسه چی داریم این تغییر رو پیشنهاد میکنیم، که به چی برسیم، چه چیزهایی برای جامعه ما ارزشمنده، چه شرایطی رو باید در کشورمون داشته باشیم برای که به حقوقمون دسترسی پیدا بکنیم، چه حقوق سیاسی، چه حقوق مدنی، چه حقوق انسانی و خیلی مسائل دیگر. این دورنما، این چشم‌انداز کمک میکنه که این بدیل رو یا آلترناتیو رو بهتر بشه به جامعه معرفی کرد. فقط دنبال این نیستیم که این نظام باز بره، ولی ببینیم جاش چی باز بیاد، چه جوری میتونه بیاد، چه نفعی برای جامعه خواهد داشت، چه نقشی جامعه میتونه توش داشته باشه. یه نکته که لابلای حرفا مطرح میشه و یکی از دلایلی که من شخصا معتقد هستم و باور دارم که ما بایستی بریم در جهت سیستم غیر متمرکز، دقیقاً به همین دلیل هست که خیلی از این نارسایی‌ها یا نادیده گرفتن‌ها یا کم توجهی‌هایی که به مناطق مختلف کشور میشه به دلیل این مرکزیت بیش از حدی بوده که در سیستم داشتیم. در صورتی که این عدم تمرکز باعث این میشه که خیلی از مسائل تصمیم گیری و اداری منطقه‌ای بیشتر به خود اهالی منطقه باشه که انقدر به قول معروف بلا تکلیف یا منتظر یا چشمشون فقط به دولت مرکزی به قول معروف نباشه. از همین اکنون میتوان با این چشم‌انداز جدید، با تعریف این آرمان‌ها، بگیم آقا یه انتخاب بین بد و خوب هم هست در کشور. انتخاب که فقط بین بد و بدتر نیست. وقتی که شما هیچ بدیلی، هیچ آرمانی، هیچ دورنمای دیگه ای رو نداری که به جامعه معرفی کنیم، خب معلومه که محدود خواهم بود فقط به همین بازی که الان جمهوری اسلامی سالهاست که با مردم در آورده و یه کسی رو علم میکنن در مقابلش یه کسی یه ذره به قول معروف معتدل تر که به امیدی که یه ذره شاید بهتر از اون یکی باشه، همون مثلا دوره نجف آبادی و ری شهری در مقابل مصباح یزدی، در صورتی که همه عملا در ریشه سرطه یک کرباسن. دقیقاً دقیقاً. منتها خب خیلی مونده تا جامعه بهترین رو درک بکنه. باز میگم این نیازمند یک کمپین بسیار وسیع اطلاع رسونی و رسانه‌ای هستش که کاملاً این آرمان‌ها و این بدیل‌ها به جامعه ارائه داده بشه و راجع به تمام مشکلات که جامعه باش رو سر و کار داره، راجع به محیط زیست صحبت کردیم، راجع به بهداشت، راجع به آموزش پرورش، راجع به انرژی، راجع به نمیدونم مسائل اقتصادی، قوانین بانکی، مسائل مدنی سیاسی، خیلی این چشم‌انداز وسیع هستش در چیزی که به جامعه میخوایم معرفی بکنیم، به عنوانی که به جای چیزی که الان هست چی میتونه باشه. و خیلی از این چیزها را قبلا مملکت داشت از نظر ساختاری، منطقه خیلی بهترش، خیلی تکمیل شده ترش، خیلی بروزترش و با مشارکت خیلی بیشتر خود جامعه در کار. بعد که عملا وارد این میشین، یعنی از مرحله صرفا یه سری برخورد شعاری نمی کنیم، ما واقعا میخواییم بریم تو محتوا به این مسائل بررسی بکنیم، ولی لااقل این چشم‌انداز در سطح کلانش باید ارائه داده بشه تا واقعا جامعه بده که بابا ما میتونیم به این آرمان ها برسیم اگه این
حق شهروندی رو میخوایم، اگه این برابری رو میخوایم، اگه این عدالت رو میخوایم، اگر نمیدونم این رو جستجو میکنیم، همه میدانیم که این نظام نمیتونه این رو به ما برسونه، ولی نمیتونیم به امید یک چیز تخیلی بیفتیم. باید درک بکنیم که دقیقا این آلترناتیو چی هست. این آلترناتیو واقعا باستی عملا معرفی کرد. بخشی از این کار رو داریم سعی میکنیم از طریق فعالیت‌های شورای ملی انجام بدیم در این مرحله از کار.